شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم و سایت های اجتماعی دیگری که این برنامه رو پخش میکنن، چون با دوستان در آلمان و سوئد تماس گرفتن، اون دوستان هم خوشحال بودن که بتونیم ما هم قدمی در این راه خیر برداریم. و خوشحالم که بعد از مدت ها اعلام کنم که فرصتی پیش آمد تا با خانم دکتر نسترن زنوسی باشیم. خانم دکتر نسترن زنوسی رو نه تنها در این منطقه که خیلی ها در آمریکا و حتی کشورهای دیگه و ایران به خوبی میشناسن، ولی چون قرارمون همیشه بر این هست که ما احتمالاً افراد جدیدی به دوستان شنونده و بیننده پیوستن و اونها هم مایل هستند که بدونن، من ضمن سلام به خانم دکتر نسترن زنوسی ازشون میخوام که به طور کوتاه خودشون رو معرفی کنن و بعد چند تا سوال که شما دوستان از اون زمانی که ما ویدیوهای کوتاهی از بنیاد نجات یا save30.org پخش کردیم برای شما پیش آمده بود و ارسال کردید بپرسیم و خانم دکتر نسترن زنوسی و احتمالاً بعداً دوستانی که بنیانگذار این سازمان هستن به ما افتخار بدن و مهمان ما باشن تا با شما یا مستقیم و یا به صورت ضبط شده صحبت کنن. خانم زنوسی خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم و میکروفون در اختیار شماست. سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. جناب سوربی در تلویزیون مردم خیلی تشکر میکنم از شما، مثل همیشه و مثل گذشته که واقعا یه سپورتر ایندپندنت و خیلی قویه بیماران، چه در ایران چه در امریکا. بیماران ایرانی بودید، واقعا تشکر میکنم و از وقتی که دادید که ما بتونیم در رابطه با بنیاد نجات با شما صحبت کنیم، در خدمتتونم. ممنونم از شما. این کمترین کاری هست که ما میتونیم انجام بدیم و کوچکترین قدم در این راه. امیدوارم اونهایی هم که با ما هستن امروز یا در آینده این برنامه رو میبینن و میشنون، اونها هم اگر میخوان به قول معروف به قلمی به قدمی به رقمی کمک کنن، اونها هم این کار انجام بدن. و خوشحالم شما در همین جمله اول گفتید بیماران. یه مقداری راجع به بنیاد نجات برای ما صحبت کنید و بعد بنیانگذاران بنیاد نجات رو به ما بگیم که چه افرادی هستن. من میشناسم ولی دوست دارم که شنوندگان و بینندگان هم این دوستان رو بدونن. بسیار سابقه هاشون درخشان و یکی از چیزای خوب سازمانهای خوب اینه که معمولا اون هیئت امنا و بنیانگذاران افراد پاکی باشن، افراد شناخته شده ای باشن و من این رو توی این سازمان میبینم. من ساکت میشم، شما بفرمایید که بنیاد نجات چی هست، چگونه به فکر به صدا پیدایش و تأسیس این سازمان و بنیانگذاران بنیاد نجات چه کسانی هستن؟ خیلی متشکرم جناب سوربی. بنیاد نجات یا سیو یک سازمان یا یک فاندیشن، یعنی کامبینیشنی در حال این هستش که یک ارگانیزیشن بیشتر بشه، ولی یک فاندیشن بیس شده و هدف اصلیش اینه که گرسنگی در بیماران یا کمبود به اصطلاح مسائل بگم گرسنگی یا مسائل مالی در بیمارانی که هستن، حالا یا کودکان یا سالمندان، کم بشه. و هدف اینه که یک بیمار به خاطر عدم امکانات مالی از معالجه و درمان عقب نیفته و در نتیجه پایان دادن به گرسنگی به خصوص در بیماران جزوه، یعنی ویژن و هدف اولیه بنیاد نجاته.
بسیار ممنونم. من میخواستم سوال کنم که هدف اصلی سازمان چیه که شما گفتید مقصود شما از گرسنگی سوء تغذیه هم هست، چون ما الان سال هاست که در کشورهای مثل ایران و عراق با این موضوع مواجه هستیم که بعد از جنگ و اینها میگن حتی نسل ها یکی دو سانتی متر قدشون کوتاهتر شده به خاطر اینکه مثلا شیر خشک کم بوده، مواد غذایی کم بوده و این چیزا. مقصود شما از کمک های غذایی خوراکی اون سوء تغذیه هم هست، چون یادم شما قبلا هم برنج و روغن و اینها می خریدید و خیلی هم به اصطلاح ترانسپرنت، خیلی هم شفاف صورت حسابا رو اینا رو هر کسی میخواست در اختیارشون قرار میدادید. مقصود شما از این که گرسنگی و بیمارا جای خود داره که بعد سوال میکنم، اون مقداری لطف کنید باز کنید بیشتر توضیح بدید. بله، هدف هم به اصطلاح پیشگیری و پریونشن و هم درمان یا مینتیننس، به اصطلاح به زبان ساده خورد و خوراک یک بیمار در زمان درمان و یا در بیماری های کرونیک مثلا استیج بالاتر بیماری های کلیوی یا بیماری های سرطانی در طول درمان. مثلا بیماران دیالیزی خب هفته ای 3 بار دیالیز میرن و اینا خب به طور پرمننت این حالت رو دارن، مگر اینکه حالا به اصطلاح ترانسپلانت بشن. ولی یک احتیاجات مالی و یک احتیاجات خب سپورت هایی به طور مرتب و متداوم شاید آخر عمر داشته باشن. بله، منظورتون از کرونیک مزمنه دیگه، بیماری های مزمن. بله، بیماری های کرونیک و مزمن مثل همین اندستیج رینال دیزیز که همون بیماری های بیمارانی که روی دیالیز هستن. و یا ببینید فوکس اصلی ما روی به اصطلاح دو سه تا کاتگوری از بیمارانه و اونم دلیلش اینه که بنیانگذاران بنیاد نجات متشکل از خب بیشتر نفرولوژیست، متخصصین تخصص کلیه و بیماری های عفونی هستش. در نتیجه فوکس و تمرکز ما روی سالمندان دیالیزی، کودکان سرطانی و سالمندان سرطانی، حالا هم کودکان کلن بیماران، و بعد در کنارش کودکانی که عقب افتادگی های ذهنی دارن، آتزم، اونایی که آتستیک هستن، نابینایان و کودکان پروانه ای. و بعد به صورت کامل تر اگه من بخوام بگم دانش آموزان سالم مدرسه، حتی یعنی کلاس اول و کلاس دوم را زیر پوشش میگیریم. البته خب اونایی که نیازمند هستن اجرایت اولیه رو دارن تو بیماران، ولی حتی بیماری که امکانات کامل فاینانشال هم داشته باشه برای سکن اپینین و یا نظریه دوم گرفتن در اختیار اونا هستیم. بسیار ممنون. شما در برنامه قبلی دعوت کردید از پزشکان متخصص، من حالا میخوام بپرسم از شما که کمیته های پزشکی متخصصین به اصطلاح برای درمان این بیمارها هم دارید شما یا دوستان دیگه با شما همکاری میکنن؟ بله، ببینید همونطور که عرض کردم به اصطلاح بنیانگذاران دو تاشون فوق تخصص کلیه هستن، یعنی به اصطلاح متمرکز روی بیماری های کلیوی و عذر میخوام به فارسی نمیدونم اسم بیماری جی ان یا گلومرولونفرایتیس چی میشه، ولی یک نوع استیج مخصوصی از بیماری های کلیویه که تو ایران هم بسیار شایع هستش. و کلن هیئت مدیره همه پزشک هستن؟ بله، هیئت مدیره و هیئت به اصطلاح اومنا و کلیه کمیته های بنیاد نجات همه پزشک و جراح و دندان پزشک هستن. جراح دندان پزشک هم توی به اصطلاح کمیته های پزشکی هستن. از نظر درمان فرمودید، ما کلیه بیماری ها رو کاور میکنیم، یعنی پزشکان ما یا جراحان ما
در اریه های مختلف مدیسن یا پزشکی از ارتوپدی بگیری تا درماتولوژی و یا بیماری های ریوی بسیار و یا کلیه بیماری ها پاتولوژی. خانم دکتر زنوسی، با کدام بیمارستان ها در آمریکا و یا در ایران به اصطلاح فعالیت و همکاری میکنید و این چیزی که شما صحبت میکنید آیا فقط بیمارایی که در ایران هستن یا احتمالاً بیمارایی که در آمریکا هم هستن میتونن از شما ها کمک بگیرن؟ بله، بیمارانی که هم ایران هستن هم آمریکا. و این که فرمودید به اصطلاح در کدوم بیمارستان ها، ما در داخل ایران استان تهران، استان خراسان، استان زاهدان که سیستان و بلوچستان، بیمارستان امام علی ابو طالب، بیمارستان امام، یه بیمارستانی که در محوطه چابهار و درمانگاه‌هایی در دشتیاری و مناطق سیستان و بلوچستان، در اونجاها فعالیم. در استان خراسان، در مشهد و در فردوس. در آمریکا چی؟ بله، اصحایی میکنم، چی فرمیدین؟ در آمریکا، بیمارستان هایی که در آمریکا باشون هم کنم. در بیمارستان هایی که در امریکا باشون فعالین، دکتر رضا زنوزی از ماس جنرال هاسپیتال هستن، مال هاروارد در بوستون ماساچوست. دکتر سعید زنوزی که مال جورج تاون مدیسن هستن، بیمارستان واشنگتن هاسپیتال سنتر و بیمارستان های اینووا در نوردن ورجینیا، اونجا فعال هستیم. در کالیفرنیا بیمارستان های UCLA، UCI با اونا کمیونیکیشن های نزدیک داریم و بیمارستان MD اندرسن جزو بیمارستان هایی هستن که به طور رگولار ما باشون یا کار میکنیم اونجا یا اینکه در ارتباط درمان بیماران هست. بسیار ممنون. آیا این درمان های رایگان هستن؟ به طور مجانی این خدمات به بیماران داده میشه یا اونها باید هزینه پرداخت کنن؟ بله، ببینید، یه وقتایی داریم که پزشکان ما مثل رئیس هیئت کمیته پزشکی خانم دکتر مهسا میرزامدی، ایشون فوق تخصص پولمونری یا ریه هستن، ایشون برنامه هایی میذارن وقتی که ایران تشریف میبرن، بیماران رو به طور رایگان میبینن. یک سشنایی داریم در خود امریکا که مریضا رو به طور رایگان، پزشکانی که با ما همکاری میکنن به طور رایگان مریض ایرانی رو توی مطبشون میبینن در ایران و یا در امریکا و در یک قسمت های امریکای مرکزی هم فعال هستیم، ولی بیشتر پرونده های بیماران رو به طور رایگان به اصطلاح بررسی میکنیم. اگر مریض امکانات مالی نداشته باشه، به خصوص در آمریکا برشون امکانات گرفتن بیمه از سوشال سرویس های بیمارستان ها استفاده میکنیم که برای مریضامون، حالا بیشتر ایرانی هم که اونا به طرف ما میان، برشون بیمه های رایگان بگیریم، بیمه بگیریم، یا اگر امکانات مالی ندارن بیمه های بودجه فدرال آمریکا مثل مدیکید کمک کنیم که اینا پوشش های بیمه پیدا کنن. همین کار رو تو ایران انجام میدیم. بسیار ممنونم. شما راجع به آقای دکتر رضا زنوسی صحبت کردید، یکی از بنیانگذاران بنیاد نجات. ایشون از دانشگاه هاروارد بوستون که اصلا خود این اسم معلومه، چه اقداماتی برای طرحهای تحقیقاتی در مورد درمان بیماران چه در ایران چه در آمریکا به اصطلاح انجام دادن و پی میگیرن؟ بله، ایشون به اصطلاح کارهای بیسیک تحقیقاتی که کردن رو بیماریهای به اصطلاح عروق واسکولایتیس و همونطور که عرض کردم فارسیشو نمیدونم واقعا، عذر میخوام، بیماری های گلومرال نفرایتیس، یعنی تمرکز کارهای تحقیقاتیشون رو اون اریا هستش و در واقع تو چندین و چند ژورنال های پزشکی در امریکا و خوشبختانه در ایران هم چاپ شده. فعالیتاشون روی بیشتر به اصطلاح بیماری های میگن انکا، اسم اون کاتگوری بیماری هستش،
و اخیرا هم تقریبا 2 هفته پیش UCLA دعوت کرده بود که لس آنجلس یه لکچری در این رابطه داشتن و در این رابطه جزء اولین به اصطلاح محققین هستن که رو بیماریای انکا و واسکولایتیس پابلیکیشن دارن در خود امریکا و خیلی تو اریای ریسرچ، البته مریض هم نیستن ولی خب خیلی تو اریای ریسرچ توی روماتولوژی و چیزایی که مربوط به بیماری های آتوایمیون میشه تو بیماری های کلیوی خیلی فعال بودن و بیماران هم به صورت رایگان اون جاهایی که امکانات بوده توی بیمارستان دیدن. بسیار ممنون. من میخواستم در رابطه با دکتر خانم دکتر مهسا میردامادی صحبت کنم که شما یه مقدار توضیح دادید که ایشون به همراه همکاران دیگه به ایران سفر میکنن و به اصطلاح اونجا بیماران رو ویزیت میکنن. چه رولی ایشون در درمان بیماران بنیاد نجات دارن؟ بله، خانم دکتر مهسا میردامادی ایشون یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن که در حال حاضر در ایران نیستن، ولی در واقع کنترل مدیکال و دنتال ادوایزری کمیته های پزشکی بنیاد نجات تحت مدیریت ایشونه و مریض هایی که به ما مراجعه میشه چه از امریکا چه از داخل ایران، ایشون به متخصصین مختلف اگه ریای خودشون مثلا اینترنال مدیسن یا پولمینری ریه نباشه اینا رو ریفر میکنن مثلا به متخصصین دیگه یا متخصص زنان یا به جراحای درمتولوژی یا به مثلا ایمرجنسی مدیسن و مثلا پزشکان داخل ایران متخصصین دیگه که با ما همکاری میکنن فوق‌العاده، یعنی در کل پزشکان داخل ایران بسیار سطح بالای سواد و دانش دارن و ما این به اصطلاح خوشبختی رو داریم که با تقریبا 35 تا پزشک و جراح توی کمیته بنیاد نجات در داخل ایران همکاری میکنیم و یه سریشون هم امریکا در کالیفرنیا هستن. بسیار ممنون از شما. من یه سوالی میخوام بپرسم که جوابش رو خودم میدونم، خودم شاهد عینی هستم که بیماران رو با آمریکا میارید برای درمان و کمک میکنید و من از این طریق اولین بار سال 2000 با شما آشنا شدم. سوال اینه، آیا بیمار با آمریکا برای درمان میآورید؟ بله جناب سوربی، بیمارانی رو میاریم که تقریبا یا صعب العلاج هستن و یا اینکه در هیچ جا امکانات درمانی غیر از طرحهای تحقیقاتی یعنی clinical trial ندارن. در نتیجه مثلا بیمارانی مثل end stage gastric cancer، بیماری های سرطان های معده که ما بتونیم collaborate کنیم با مثلا MD Anderson یا St. Jude یا جوهایی که مراکز تحقیقاتیه، ما اینا رو کمک میکنیم به طور رایگان از پزشکانمون، اینا رو اینرول میکنیم، اسنویسی میکنیم تو این طرح ها و اگه لازم باشه در کمک در گرفتن ویزا و آمدن به امریکا که اونم در واقع از خود اون مرکز خواهد بود دعوتنامه، باشون همکاری میکنیم. در گذشته بیمارانی که ما آوردیم یا من اگر این موفقیت و سعادت رو داشتم بیارمشون اونو شخصی بوده، ولی الان به صورت یه خورده متمرکزتر با مراکز درمانی های قوی تری تو امریکا همکاری میکنیم. بسیار عالی. من با وجودی که میدونم هر مرتبه که از شما میپرسم برای کمک و اینها شما هزیتیت میکنید، خودداری میکنید، ولی مجبورم اینو بگم چون روی وبسایت هم نوشته شده، از دوستان میخوام که به وبسایت شما که خیلی آدرسش ساده است www.save همون نجات save و عدد c 30 save30.org چون شما ارگانیزیشن هستید وبسایت مناسبی هم گرفتید برای org پس شد و از لحاظ از طریق ایمیل و چون تلفن اونجا هم هست من این تلفن رو میخونم. این رو من واقعا حقیقت رو دارم میگم که خانم دکتر زنوسی
اول برنامه گفتم خب بگید که دوستان هم چجوری میتونن کمک کنن، گفتن ما هدفمون بیشتر کمک کردن به بیماران هست، هدفمون جمع‌آوری کمک از شنونده ها و بینندگان نیست، ولی خب اونها هم اگه بخوان در کار خیری شرکت کنن ما جلوگیری نمی کنیم. شماره تلفن تماسشون هست 202-580-9137. آدرس ایمیلشون باز اونم خیلی ساده است، info@savetheory.org هست. خانم دکتر زنوسی، اگر فکر میکنید که سوالی یا مطلبی هست که من نپرسیدم یا شما میخوان در مورد صحبت کنید، من ساکت میشم و شما به عنوان حسن ختام برنامه بفرمایید. خیلی متشکر از شما و حمایت همیشگیتون. من یکی دو تا رو به صورت فهرستی جواب میدم که سوال میکنم مثلا چند تا مریض رو آوردید، چند تا مریض رو دیدید. ما به طور مجموع یعنی از پزشکان و جراحانی که با ما پارتیسیپیت میکنن، همکاری میکنن، دقیقا نزدیک الان نزدیک 52,000 بیمار رو پزشکان ماهیت مدیره و کمیته‌های پزشکی دیدن و با موفقیت کامل درمان کردن. یعنی 52,000 مریض رو از زمانی که پزشک شدن و یا دوران ولی از دوران رزیدنسی و فلوشیپ و تخصص فوق تخصص. یه سوال دیگه که دوستان میپرسن، چرا شماره 30 هستش توی وبسایت ما؟ معناش که جناب سوربی، ما طبق 30 لایحه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر و حقوق کودک، طبق اون 30 لایحه فعالیت میکنیم، چه امریکا چه ایران چه در هر جای دنیا. و مسائل مذهبی، سیاسی و فرهنگی و ملی و نژادی کاملا در سیستم کاری ما کمرنگ و بیرنگ در واقع. و برای ما انسان مهمه، نه دینش مهمه، نه ملیتش مهمه و نه نژاد و نه مذهب، مهمتر که خیلی صحبت همیشه میشه. در نتیجه از هر جای دنیا، از هر رنگ و آفریقا، از ایران، امریکا، هر بیماری برای ما عزیزه و هر بیماری حفظ جانش و نجاتش اهمیت داره. هدف ما جمع‌آوری پول نیست، چون حس میکنیم با هر جانی که سیف بکنیم، با هر مریضی رو که نجات بدیم، میلیون ها دلار درآمد پیدا کردیم. این درست همان سوگندی هست که شما وقتی فارغ التحصیل میشید اون سوگند رو ادا میکنید. من ممنونم، به نوبه خودم به شما خسته نباشید میگم. لطف کنید از قول من به دوستان سلام برسونید و ازتون خواهش میکنم که از این دوستان از طرف من دعوت کنید که در برنامه های آینده مهمان برنامه باشن تا با دوستان بیننده و شنونده گپ و گفتگویی داشته باشیم. خیلی ممنون که مهمان ما بودید. خیلی ممنونم از شما و بینندگان محترم. ممنونم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.